بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دانش آموزان بسیار گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. صدای منو دارید بچه ها؟ صدامو دارید؟ بله خانم اصفهانی صدای من دارم، بچه ها دارن؟ خب پارسا نوشته خیر، صدای منو مثل اینکه پارسا نداره. میخواید یک؟ خب بسیار عالی. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذر. بحث امروز ما در قلمرو ادبی جناس. کدام یک از عزیزان میتونه درباره جناس صحبت کنه؟ ببینیم ذهنیت شما درباره جناس چیه؟ آیا با جناس آشنایید؟ در ادبیات فارسی جناس چیه؟ سلام بفرمایید. چیزی که من یادمه جناس معنی همجنس بود. یعنی وقتی که ما میگیم جناس، همجنسی به ذهن شما میاد؟ مثالی تو ذهنتون هست؟ مثال نه، ولی میتونم توضیح بدم. وقتی که توی یه شعر یه کلمه متوجه میشه، مثلا توی یه بیت یا کلا توی یه جمله یه کلمه تکرار میشه همش، حالا لزوما به هم معنا بودنش دلیل نمیشه یا این هم دقیقا بودم، مثلا ممکنه یک کلمه اضافه یا کم داشته باشه. کنم جناس مدل‌های مختلف داریم، جناس حرکتی، جناس افزایشی فکر کنم. کامل با هم دیگه مختلف داشت. بله ممنونم از پویا جان. پارسای عزیز نوشتن کلمات هم ریتم، به جای ریتم میتونیم بگیم آهنگ. بنویسیم بگیم کلمات هماهنگ. هماهنگ آوایی مثل بار، مار، دار، خار. ببینید از نظر آوایی پس جناس چه فایده ای برای ما داره؟ جناس چه کاربردی در نوشته ما داره؟ کار، بله کار، دار، بار. جناس چیه؟ چه کاربردی داره؟ ما با استفاده از جناس چه کار میکنیم وقتی که شاعری یا نویسندهی اثری رو خلق میکنه؟ با استفاده از آرای جناس نوشته خودش رو آهنگین میکنه. پس بله بله کاملا درسته. جناس واژه عربی و در لغت به معنی همجنس بودن است. در اصطلاح ادبی به آوردن یک یا چند کلمه که از نظر لفظی یعنی شکلی و آوایی اون چیزی که به گوش ما میرسه شبیه به هم باشند روش جناس میگوید. جناس با هماهنگ کردن واژه ها باعث میشه کلام آهنگین بشه. ممنونم. و این کار به ایجاد موسیقی در کلام خیلی کمک میکنه. وقتی نویسندهی میخواد نوشته خودش رو آهنگین کنه، موسیقی کلامش رو افزایش بده، میاد از روش جناس که جز قلمروهای ادبی محسوب میشه استفاده میکنه. پس جناس به کار بردن دو یا چند واژه است با چه شرایطی؟ مورد یک، با شکل دقیقاً یا تقریباً یکسان. پس ممکنه که واژه‌های ما از نظر شکلی و از نظر لفظی عین هم باشن، معانیشون متفاوت باشه. دو، با معنی متفاوت. پس از نظر شکلی یا عیناً هم مثل همن یا عیناً مثل هم نیستن، یه اختلافی با هم دارن
معانیشون هم متفاوته. متفاوت بودن معانی در جناس از شرایط ضروریه. به دو تا شکلی که برای شما اینجا آوردم توجه کنید. شیر، شیر. شیر و شیر رو وقتی ما تلفظ میکنیم یکیه. وقتی من میگم شیر، شما چی متوجه میشید؟ ممکنه شیر جنگل به ذهن شما بیاد، ممکنه شیر لبنی، یا به انگلیسی میشه میلک، اون شیری که میخوریم. یک بیتی منصوب به مولوی میگه که کار این از مثنوی پاکان را قیاس از خود مگیر. گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. این منصوبه به مولوی، این تو مثنوی هست بالایی. آن یکی شیر است که آدم، یعنی که آدم میخورد، این یکی شیر است که آدم میخورد، یعنی آدم را میخورد. توجه میکنید؟ یعنی این شیر و شیری که اینجا به کار بردیم، یکی شیریه که آدم اون شیر را میخورد، یکی شیریه که آدم را میخورد. و اون تصاویر که برای شما آوردم مبینه، تبیینگر همینه که ما دو تا واژه داریم، از نظر لفظ این همن و نی از نظر معنایی با هم تفاوت دارن. بله، جناس ناقص. بله کاملا درسته و ما در ادامه اینها رو توضیح میدیم. جان؟ بله بله کامل توضیح خواهم داد. پویا جان شما سوالی دارید، بحثی دارید، بفرمایید. سلام استاد. این شعری که خوندین یه چیز دیگه اش میگه آن یکی شیر است اندر بادیه، آن دیگه شیر است اندر بادیه. نمیدونم، میخواستم بدونم این دقیقا منظورش چیه، چون معناش نمیفهمم، چون قبلی رو فهمیدم میتونی نوشی، ولی یعنی یکی شیریه که در صحراست، یکی شیریه که در ظرفه، در ظرف. بله فهم صحراش میدونستم اون ظرف معنی ظرف رو میدونستم. یکی هم میریزیم تو ظرف و مل میدونیم. ممنون. انواع جناس که شما باید بدونید. یک، جناس همسان یا جناس تام. جناس همسان جناسیه که مثل این شیر و شیر از نظر شکلی عین همه، از نظر شکلی هیچ تفاوتی با هم ندارن. آوردن دو کلمه با لفظ یکسان و معانی متفاوت. مثال دیگه‌ای که برای جناس تام میتونیم بزنیم که اینجا بهش اشاره میکنم، روان و روانه. یکی روان به معنی روح باشه، یکی روان به معنی رونده، جاری. و مثال های متفاوتی که باهاش روبرو خواهیم شد. پس اینها از نظر لفظی، یعنی از نظر خوانش، از نظر ظاهری، از نظر اینکه ما اینا رو میخونیم عین همن، از نظر معنایی میتونن در بافت های مختلف با هم دیگه تفاوت معنایی داشته باشن. مثال: بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. کدام یکی از عزیزان میتونه این بیت رو به ما توضیح بده که جناس تاممون به چه صورته و این دوتا بازها که اینجا به کار رفتن به چه معنایی به کار رفتن؟ یکی از عزیزان درباره این بیتی که داریم صحبت کنه. بفرمایید، هر چی بیشتر مشارکت کنید خانم اصفهانی، فرقی نداره. بفرمایید، هر چی بیشتر مشارکت کنید بیشتر و بهتر یاد میگیریم. بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم،
تا دیده من بر رخ بر رخ زیبای تو باز است. خب خانم اصفهانی بفرمایید. باشه. خانم اصفهانی صدای شما رو نداریم. سلام استاد. استاد بگم. بله بفرمایید. استاد مطمئن نیستم ولی فکر کنم باز اول به معنی پرنده‌ای به اسم بازه، حدس میزنم. درسته. دومی به معنی باز یعنی باز هست. اوپن به انگلیسی میشه. باز است یعنی گشوده است. درسته. حالا من معنی بیت رو به شما میگم. ببینید بردوختم. بردوختم فعل پیشوندیه با بر ساخته شده. بردوختم یعنی بستم دیده چشمم رو چو باز از همه عالم، چون چشمای باز رو میبستن پادشاهان وقتی که با باز میرفتن به شکار، باز رو رو دستشون نگه میداشتن چشماشون میبستن، بعد باز میکردن رو باز میکردن چشمش رو تا بره براشون شکار کنه. ببینید بردوختم دیده چو باز از همه عالم، یعنی من مانند باز هستم، بازی که پرنده است. اینجا یه تشبیهی هم داریم. تا دیده من چشم من بر رخ زیبای تو باز است، یعنی دیده من برای دیدن رخ زیبای تو گشوده است، باز است، گشوده است. یعنی شاعر میخواد بگه من جز دیدن چهره زیبای تو نمیخوام اصلا کل عالم رو ببینم، هیچ چیزی نمیبینم جز چهره زیبای تو. با توجه به این که باز و باز از نظر لفظی و از نظر نوشتاری و آوایی عین همان و معنای متفاوتی دارند، پس در این بیت باز و باز جناس همسان یا جناس تام با هم دارند. توضیح این که معنی باز در مصر اول نوعی پرنده شکاریه، در مصرع دوم باز مقابل بسته هست یعنی گشوده. این فایل رو در اختیار شما قرار خواهم داد به امید خدا. خب مثال دو. برادر که در بند خیش است، نه برادر نه خیش است. کدام یک از عزیزان میتونه بگه که چرا اینجا جناس همسان یا تام داریم؟ بفرمایید. بله بفرمایید. سلام آقا، خسته نباشید. سلام، ممنونم آقا. فکر کنم دوتا خیشی که اینجا اومده، یکیش به معنای خود آدم یعنی خودم، و یکیش هم معنای مثلا خیش یعنی خیشاوند و فامیل، که برادر خیش مثلا نیستش نزدیک کنم. کاملا درسته. معنی ممنونم از شما. معنی خیش در مصرع اول به معنی خود و در مصرع دوم به معنی فامیل و خیشاونده. پس اینجا جناس همسان یا جناس تام داریم. نکته مهم این که اگر دو کلمه شکل یکسان و معنی یکسانی داشته باشند، آن وقت جناسی در کار نیست. باید به این موضوع توجه کنیم. به این موضوع من تکرار به این موضوع تاکید میکنم، این رو تکرار میکنم که لفظ واحد معانی متفاوت، اگر معانی متفاوت نباشه جناسی در کار نیست و واژه ها تکرار میشن. این نکته مهمیه که باید بهش توجه کنیم. مثال: نسیم باد صبا بوی یار من دارد، چو باد خواهم از این پس به بوی او پیمود. هر دو باد در یک معنی به کار رفتن، پس اینجا جناس تام یا جناس همسانی در کار نیست. باد و باد در یک معنی به کار رفتن. ما باید به این نکته توجه کنیم که جناس به دو تا واژه همسان همشکل با معانی مختلف اطلاق میشه. دومین موردی که میخواییم باهاش آشنا بشیم جناس ناهمسان یا جناس ناقصه. جناس ناهمسان یا جناس ناقص
اگر مقایسه کنیم با جناس کامل، معلومه که اینها از نظر شکلی با هم برابر بودن، جناس تام، جناس ناقص از نظر شکلی دیگه با هم عیناً برابر نخواهند بود و ما یک اختلافی در اونها پیدا خواهیم کرد. سه نوع کلی جناس ناقص رو داریم. من تازه دارم درس میدم آقای دالا. من جناس رو برای بچه های هشتممون توضیح نداده بودم. اولین موردی که هست اختلاف در حرکت هست. دو کلمه عین همند و فقط در یک حرکت متفاوتند، مثل مهر و مهر. مهر و مهر، مهر که معنیش مشخصه، مهرم یا محبت یا خورشیده. مهر و مهر اگر در یک شعری به کار رفته باشه، ما جناس ناقص اختلاف در حرکت میگیریم. جانم اگر دو کلمه عیناً مثل هم به کار رفته باشند و معانیشون متفاوت نباشه، معنیشون هم عیناً با هم برابر باشه، تکرار شدن دیگه، اونجا جناسی نداریم. آخرین نکته‌ای که در صفحه قبل بهش اشاره کردم این بود. بالوان گفته آخه من نبودم پرستم، ممنون. آره سنخان گفته کرم. آها کرم 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 کرم. آقای حسین خواب باید به یه نکته مهم دقت کنید که جناس یک اختلافه. این مهمه. ما یک اختلاف باید داشته باشیم. در جناس، در بررسی جناس ما با یک اختلاف سر و کار داریم، مهر و مهر. وقتی میگیم کرم و کرم، اینجا وارد حوزه میشیم که ما دو تا اختلاف داریم، دو تا اختلاف. ما در جناس یک اختلاف رو در نظر میگیریم، در ادامه بیشتر با تمرین ها بهتر باش آشنا میشیم. اختلاف در حرف دومین مورد ماست. دو کلمه عین همند، فقط در یک حرف متفاوتند، مثل را و ما، مثل کار و بار. کار، بار، دار، خار، اینها اگر توجه کنید در مقایسه با هم فقط یک اختلاف دارند. کاف، ب، دال، خ، بقیهش یکسانه. جان؟ لال نمیشه، چون ببینید اگر لال رو بنویسیم، لال، این اختلاف ما از یکی فراتره. اختلاف خ با لام و اختلاف ر با لام کار ما رو از جناس خارج میکنه. فقط ما یک اختلاف رو در نظر میگیریم. آقای دالمن نوشتن که بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. اگر در این بیت توجه کنید، گور و گور از نظر لفظی و شکلی عین همند. گور اولی به معنای گور خره، گور دومی به معنای قبره. پس اینجا جناس تام داریم. اما بهرام و بهرام نمیتونه جناس تام داشته باشه، به خاطر اینکه دوتا با اینکه لفظ یکسانه، شکل یکسانه، اما معانیشون هم یکسانه. پس در بیت خوبی که آقای دالوند نوشتند، گور و گور جناس تامه، گور اولی شد گور خر، گور دومی شد به معنی قبر یا آرامگاه یا جایی که انسانها رو اونجا دفن می کنند. حالا خانم اصفهانی عجله نکنید، این حق و حقم یک نکته ای داره که انتها یه این جناس های ناقص بهش اشاره میکنیم که چه مواردی رو در نظر نمیگیریم در جناس.
جناس ناقص افزایشی سومین موردیه که ما میخواییم با همدیگه دربارش صحبت کنیم. دو کلمه عین همند و یکی از آنها نسبت به دیگری حرف اضافه‌ای داره. به عنوان مثال سر و سرو. سر و سرو. یه واو سرو یه واو اضافه داره نسبت به سرو. پس این جناس ناقص افزایشیه. خب مثال ها. ای مهر تو در دل ها، ای مهر تو بر لب ها، وی شور تو در سر ها، وی سر تو در جان ها. اختلاف در حرکت داره این مهر و مهر، اختلاف در حرکت. مورد دوم. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش. اختلاف در حرکت داریم اینجا هم اگر توجه کنید. دیگری را کمند آور که ما بنده ایم. اگر توجه کنید را و ما اختلاف در حرف دارند. چهار. با آنکه او جور و جفا پیش میبرد، تو مهر و وفا بیش مینمایی. اختلاف در حرف میان جفا و وفا، یک اختلاف در حرف داریم. مورد پنجم. مینمودان مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد کندر آید او به گفت. شگفت و گفت با هم یک اختلاف افزایشی دارند. شگفت نسبت به گفت شین رو اضافه داره. مورد ششم. محتشم. محتشم اسم یک شخصه. محتشم دیروز در ره یار را تنها چدید، خواست حرفی گوید از یاری ولی یارا نداشت. توجه کنید که یار با یاری و یارا جناس افزایشی محسوب میشن. یاری یاش مصدریه، یعنی خواست حرفی گوید از یاری، یار بودن، همراه بودن معنی میده، پس یاش مصدریه. ولی یارا نداشت، توان نداشت. یارا داشتن، توان داشتن. یاری و یارا نسبت به یار یه و آ رو اضافه دارن، پس جناس ما جناس افزایش میشه. دوستان عزیز، در این صفحه که با هم خوندیم اگر نکته ای هست، اگر سوالی هست از بین مثال ها و از بین توضیحات که من دادم، بفرمایید تا ادامه بدم. اگر سوالی نیست یه علامتی به من بدید که من بتونم بحثم رو ادامه بدم. بسیار خوب. توجه کلی. دوستان گرامی توجه کنید که علامت جمع یای نکره باشه. اینو بگم بعد. یای نکره، تر و ترین و ضمیر متصل جناس بودن کلمات رو تحت تاثیر قرار نمیدن. خب من از شما میخوام که درباره یای نکره به من بگید که یای نکره چه نوع یاییه. پاکم میخوام اینجاست. خب بسیار. یکی آیا این خراب کرد اینجا رو؟ پاک نمی کنه عزیز جان. بیم با دستان پاک کنه. این دستان رو بذارید زیرش. آره یه لحظه به کارمون رو ببین یه پاک کنه دیگه نیست. خب بذار ببینم این قسمت خراب شد دیگه. خب درباره یای نکره بچه ها یه توضیح بدید به من. باشه روشن کنید جواب بدم.
سلام استاد، سلام. من سوال دارم و ایفتیو نکره گفتیم. سوالتون رو بفرمایید. سوالم اینه که نیاز هست اسم این چیزا رو حفظ کنیم، مثلا ناقص افزایشی و حرکتی و اینا، که فقط همین جناس ناهمسان رو حفظ کنیم اسمش رو کافیه؟ جناس ناقص رو باید انواعش رو بلد باشید که این انواعش رو ناقص بلدم، ولی بودنه در اسمش رو حتما چیه. نیازه بله حتما نیاز اسمش دقیق بله حفظ باید باشیم بدونید، باید بدونید اختلاف در حرکت، در حرف یا جناس ما جناس افزایشیه و اختلاف از یکی بیشتر نباشه، این حواستون باشه. در مورد یای نکره میخواستید توضیح بدید؟ نه اصلا تا حالا نشیدم اصلا چیزی. خب یای نکره، نکره یعنی ناشناس. ما یه معرفه داریم یه نکره. آره استاد، الان صدای منو دارین؟ بله بله استاد، من فکر میکنم وقتی به یه اسمی بله. یه بچسبونی و معنیش رو مجهول بکنی بهش میگن یا یه نکره، درسته؟ مثل دختری، دختر به اضافه یا یه نکره دختری، دختری را دیدم. چون استاد ما اینجا نمیدونیم که چه دختری آره. رو میگه، ما اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم که این دختر کی بوده که من دیدم. خب اینجا رو اون آره پاک نشد، نه یه ذره الکل اگه باشه. خب پس اینجا ما نمیتونیم دختر رو با دختری جناس ناقص افزایشی در نظر بگیریم. نکته این بود که ما یای نکره رو برای بررسی جناس در نظر نمیگیریم. خیلی متشکرم. استاد پس من صدامو قطع کنم؟ حالا شما نه، صداتون رو قطع نکنید، برای اون یکی ها هم یک مثالی با هم داشته باشید. تر و ترین به چه کاری میاد این تر و ترین؟ تر رو به چی رو میکنیم؟ چی رو میکنه؟ مثلا میگیم کتاب بزرگ، کتاب بزرگتر. خب این بزرگ صفت بیانی ساده است. بله. وقتی این تر تفضیلی رو بهش اضافه میکنیم، تبدیلش میکنیم به صفت تفضیلی. بله. چون استاد توی اولی میتونه کتاب بزرگ به معنی یه کتابی باشه که خیلی بزرگه و توی دوم میتونه یه کتابی باشه که برای یه آدم بزرگه. بله. بعد ما وقتی میگیم بزرگترین کتاب، در این بزرگترین کتاب، این بزرگترین ما صفت عالیه، عالی یا برترین، تفضیلی یا برتر. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم بزرگ با بزرگتر یا بزرگترین جناس ناقص افزایشی، این رو در نظر نمیگیریم، حواسمون باشه. و اما علامت جمع، مثلا میگیم درخت، درختان یا درختها. بعد یه دونه هم ضمیر متصل، ضمیر متصل. مثالی برای ضمیر متصل بیارید. کتابم، کتابم چیه در واقع؟ کتاب من، منه مضاف الیه ماست دیگه، درسته؟ بله. همه قطع شدن؟ نه استاد صدای من داری؟ آره آره. کتاب من، کتابم. بله. نقشش مضاف الیه.
پس اینا رو باید توجه کنیم. خب اگر دوستان عزیز تا اینجا سوال خاصی دارن بفرمایید. استاد سلام. این قسمت نیستش، سوال در مورد صفت بیانی داشتم بپرسم. استاد وقتی که تر اضافه میکنی معلوم میشه که صفت بیانی هست یا نه؟ استاد رنگ ها هم میشه مثلا کیف قهوه‌ای این صفت بیانی، این تر برای رنگ ها هم حساب میشه؟ بله میگیم قهوه‌ای تر، یعنی پر رنگ تر، این یعنی معنی میده اینجوری. یعنی یه قهوه‌ای داریم، فرض کنید قهوه‌ایه، این قهوه‌ای که داریم نسبت به اون پر رنگ تره، میتونیم بگیم قهوه‌ای تر. کلا میتونیم به صفت ها تر اضافه کنیم. مشکل بله من تمرین. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. یکی از دوستان بیاد این تمرین رو برای ما انجام بده. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، متشکرم. بفرمایید. اینجا جویم و گویم جناس حرفیه، جناس ناقص حرفیه. یه بار دیگه میگم که جویم و گویم جناس ناقص حرفیه. جناس ناقص اختلاف در حرف، اینجوری میگه. بله. دیگه خب اختلاف در حرف. یکی دیگه هست که ندیدی، توجه نکردی. جویم و گویم و استاد تو گویم هم میتونیم بیاریم دیگه. پویم، درسته؟ بله بله. پویم و من ندید. پویم و گویم جناس ناقص اختلاف در حرف، اختلاف دارن در جیم، پ و گاف. بله. بسیار خوب، ممنون از شما. دومی مورد کی میاد؟ بچه ها مشارکت کنید، دوستان عزیز مشارکت کنید، مشارکت کنید تا بهتر و بیشتر یاد بگیرید. استاد سلام. سلام، بفرمایید. بشنوی نی، درسته؟ بشنوی نی. چون شکایت میکنه از جدایی ها حکایت. بله. میکنه. استاد اینجا شکایت و حکایت هم جناس ناقص اختلاف در حرف هم. شکایت و حکایت جناس ناقص اختلاف در حرف. بسیار عالی. اون یکی کی میاد؟ بله. باجست. همه مشارکت کنید. اونایی که مشارکت نمی کنن باید خودمون روشنشون کنیم. سلام. با کی صحبت میکنم من؟ بهراد جان، من بیتون میخونم، توجه کنید. کاووس کیانی که کیش نام نهادند، کی بود؟ کجا بود؟ کیش نام نهادن؟ استاد کیش میشه اگر اشتباه نکنم جناس ناقص اختلاف در چیز، اختلاف در. ببین عزیزم، باید دو تا مورد رو به ما نشون بدی. چی با چی بررسی میکنیم الان؟ الان کیش، کیش و کیش رو، اگر کیش رو کیش رو بررسی میکنیم که اینا عین همن. خب کی به معنی چیه؟ کی یعنی به معنی پادشاه داریم، درسته؟ درسته؟ بله بله. و کی به معنی چه وقت داریم دیگه، درسته؟ بله. حالا توجه کنید، کی پادشاه و کی چه وقت چه نوع جناسی میشه؟
جناس همسان. جناس همسان یا تام. چرا جناس همسان یا تام شد؟ چون استاد دوتاشون شکلشون یه شکل بود و فقط معنیاشون فرق میکرد. پس با توجه به تعریفمون اینجوری میگیم لفظ یکسان معنی متفاوت. لفظ یکسان معنا متفاوت. از شما ممنونم عزیزم. مورد چهارم کی میاد؟ مورد چهارم بیاید. سلام. سلام. بخونید. در حرف جناس میگه حریم یاری برید. نه حریم استاد میگه نه حریف هر که از یاری بود پرده هایش پرده های او درید. پرده هایش پرده های او اختلاف درید. در حرفه. خب اختلاف در چی؟ جناس خب بگید. صدا قطع و وصل میشه. نه صدا رو من ندارم. با پارسا نمیتونم حرف. جناس اختلاف در حرف. کدوم و کدوم عزیزم؟ استاد جناس در حرف. برید و درید. تو برید و درید. برید. بله. درید. خب. عزیزم صدای شما واضح نیست. من اذیت شدم. ببینید دوستان گلم. دی با دی میگم دی دال با دال ای با ای ر با ر او با ا ب با دال شد دوتا پس جناس نداریم. جناس نداریم در درید و برید. من نکته ای که بهش گفتم توجه کنید اختلاف یه دونه باشه. پس برید و درید رو نمیتونیم جناس بگیریم. پارسا میگه انگلیسی خواستم فقط ببینید این حروف رو جدا کردم. خودم انگلیسی نوشتم. بذارید فارسی بنویسم. اختلاف رو ببینید. یک دو پرده اول اصطلاح موسیقیه. پرده دوم به معنی حجابه، به معنی رازه. پس اینجا جناس تام داریم. یعنی یعنی لفظ واحده یه لفظ داریم، معانی متفاوته. پنج، انتظار ما از شما دانش آموزان تیزهوش، دانش آموزان زرنگ، دانش آموزانی که نسبت به دانش آموزان مدارس عادی یکم هوش بالایی دارید و انتظار داریم شما در مدارس برتر پذیرفته بشید، یه ذره بیشتره، باید بیشتر دقت کنید، بیشتر بخونید و بیشتر مشارکت کنید. این باعث میشه که شما بیشتر یاد بگیرید، بهتر یاد بگیرید. مورد پنج و کی میاد؟ خانم اصفهانی بفرمایید. صبحان بفرمایید، فرقی نداره. خانم اصفهانی بفرمایید. استاد صدای منو دارین؟ بله دارم، بفرمایید. استاد توی بیت پنجم نیست باد و
توی دومیش دوباره نیست باد با هم جناس تامن. خب چرا؟ استاد چون این دوتا یعنی واجه هاشون با هم یکسانه. درسته؟ این همه. بله فقط فکر کنم معنی هاشون توی بیت با هم فرق بله. میکنه. آتش هست این بانگ نای و نیست باد، یعنی باد نیست. بله. هر که این آتش ندارد نیست باد، این فعل دعاییه. فعل دعاییمون این که مثلا نیست باشد نابود شود، پس نیست باد اول یعنی باد نیست و نیست باد دوم فعل دعایی به معنی نابود شود، پس جناس تام داریم. خانم اصفهانی صدای منو دارید؟ بله. جناس تام رو یه بار دیگه برای من و بچه ها تعریف کنید که تو ذهنمون بمونه. جناس تام به چه نوع جناسی میگیم؟ استاد به جناس تام به جناسی میگویند که کلمه ها دقیقا مثل همن اما معنیشون توی بیت با هم فرق میکنه. مثل شیر و شیر که یکی از شیرا اینجا شیر پاکتیه و یکی از شیرا شیر جنگل. بله کاملا درسته، کاملا درسته. ممنون از شما، متشکرم. مورد ششم را کی میاد؟ اینو که توضیح دادم. مورد ششم رو خودم توضیح داده بودم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد ننوشتن شیر شیر. خب هفت و کی میاد؟ صدا میاد؟ صدا نمیاد. سلام استاد، صدا میاد؟ صدای شما الان میاد، بفرمایید. استاد در این جمله جفا و وفا با هم جناسن، جناس اختلافی. وفا و جفا ج و و اختلاف کلمه دارن، جناس ناقص جیم و وا. خب جناس چی شد؟ کامل بگید. جناس اختلاف حرکت، جناس ناقص. خب ببین ما وقتی که میخواییم در این مورد نامگذاری کنیم میایم از اول میگیم جناس همسان یا ناهمسان، میگیم ناهمسان یا ناقص. پس جناس ناهمسان یا ناقص، مینویسیم جناس ناهمسان یا ناقص، بعد میایم نوعش رو تعیین میکنیم. یعنی اول مشخص میکنیم که جناس ما ناقصه یا کامل. جناس ناقص، ناقص از چه نوعی شد؟ اختلافی. اختلاف در چی شد؟ در حرف. اینجوری یعنی باید کامل یاد بگیرید. وقتی میخواییم نامگذاری کنیم به ترتیب میایم میگیم کامل یا ناقص؟ ناقص. اختلافیه، اختلاف در چیه؟ در حرف. اگه اختلافی نبود چی بود؟ افزایشی میشد. خب مورد هشتم. کی میاد؟ امیر محمد عزیز بفرمایید. من صدایی ندارم امیر محمد، صدایی ندارم. خب سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. آقا توی گزینه هشتم این دوتا تنگ بر بانگی جناس دارن. جناس صدا من ندارم، من صدایی نمیشنوم. انا صدای منو دارید؟ بسیار ناقص و مخدوش. یه بار دیگه حرف بزنید. سلام هم میدارن آقا. صدا رو من تقریبا میشه گفت ندارم، یعنی کامل نیست، نمیشنوم، واضح نیست. یکی دیگر روشن کن آجان.
یه بار دیگه صحبت کنید. شما الان دارید؟ الان دارم. آقا توی گزینه هشتم تنگ و تنگ با هم دیگه جناس دارن، جناس همسان. یکی دیگر رو شما من نمیشنوم، ببخشید صداتون اصلا نمیاد. گویا الو استاد صدام میاد؟ بله صدام میاد، بفرمایید. استاد نمیدونم اون تنگ درستش تنگه اون اول یا هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگتر بست. خب استاد تنگتر به معنی سفتر میشه گفت مثلا تنگ تنگ دوم. چرا یه لحظه بچه ها صبر کنید ببینیم. استاد فکر کنم مشکل از سمت شما، چون برای من صدای آرتین اوکی بود. نمیدونم الان صدا اصلا واضح نیست آزاردن. خب گفتید تنگ چی؟ استاد میگن که تنگ اول به معنی بد گفتنه، یه تنگ بد، تنگ سخت یا مثلا آها یا سخت یا بد. برو تنگ گرفتن یعنی چی؟ یا سخت یا سخت. خب پس ما اینو متوجه شدیم که شما گفتید تنگ اولی، پس ما تنگ رو میایم بررسی میکنیم. تنگ و تنگ. من از شما یه سوالی دارم. من از شما یه سوالی دارم. چرا بله. تنگ و تنگ تر رو در نظر نگرفتیم؟ چون گفتیم تر و ترین رو میذاریم کنار. آره. خب؟ بله پس ما الان کدوم واژه ها رو با هم بررسی میکنیم؟ تنگ و تنگ. اگر تنگ و تنگ معانی متفاوتی داشته باشن چنان جناسی به وجود میاد؟ میشه جناس تام. خب همسان. اولین مورد شما گفتید به معنی سخته، من پذیرفتم. مورد دوم معنیش چی میشه؟ سفت. مورد محکم. دوم محکم سفت. بله کاملا درسته، این میشه جناس تام. بس من سلام رو قطع کنم. خب من از شما یه سوال دیگه دارم قبل از اینکه صداتون رو قطع کنید. بله بفرمایید. ما در اینجا دو تا کنایه داشتیم، از کنایه متوجه شدیم که معانی متفاوته. بر کسی تنگ گرفتن کنایه از چیه؟ سختگیری. درسته درسته. کمربند خود را تنگ تر بستن کنایه از چی میشه؟ یعنی که خود اون هم سخت‌تر بگیه در مقاومت. مقابله، محکم بستن کمر، محکم آه. بودن، استوار بودن. بسیار عالی، از شما خیلی سپاسگزارم. ممنون. ممنون. خب از کلاسمون چند دقیقه مونده؟ خوبه؟ یکی دیگه از بچه‌ها بیاد. یکی دیگر رو محمد صبحان رو بیار. بیار اشکال نداره. محمد صبحان سلام، حالت چطوره؟ استاد در بیت نهم جناس همسان تام داریم. جانم اول بخونم. عشق شوری در نهاد ما عشق شوری در نهاد ما نهاد جان ما در بوته سودا نهاد. خب استاد نهاد و نهاد با هم جناس تامه. کدوم نهاد و نهاد؟ ما سه تا نهاد داریم. کدوم نهاد و نهاد؟ مصرع اول. نهاد اول یعنی به وجود آورد، نهاد دوم درون ما، یعنی احساس ما. نهاد اول به معنی سرشته، به معنی ذات. عشق شوری در نهاد ما یعنی در دل ما،
در درون ما، در وجود ما، در سرشت ما، در باطن ما، در تینت ما نهاد. نهاد دوم که الان گفتم نهاد یعنی قرار داد. نهاد سومی هم نهاد دومی یکسانه. پس نهاد اول با نهاد دوم جناس همسان یا جناس تام ایجاد بکنه. از شما خیلی ممنونم. خب مورد شماره 10. بچه ها مشارکت کنید، یکی دیگه از بچه ها رو بیارید. خانم قدرتی بفرمایید. سلام، صدای من میاد؟ سلام، بله صدای شما رو دارم. اینجا بکنم جناس ناقص اول بیتو بخون. بچه اول باید بتونیم بیتو بخونیم. سر نیزه را سوی سهراب کرد، سر نیزه را سوی سهراب کرد، انان و سنان را پر از تاب کرد. خب از شاهنامه است. بکنم اینجا جناس بین انان و سنانه که میشه جناس ناقص اختلافی. بین کدوما؟ بین جنان نه انان ببخشی انان و سنان و سنان بله انان بله. بعد معنی درست انان و سنان جناس ناقص اختلاف در حرفه. انان به معنی افساره. انان را پر از تاب کردن کنایه از عصبانیت، سنان را پر از تاب کردن همون چرخش یا گرداندن سنان یا اون نیزه هست در آسمان. چون انان و سنان در یک اختلاف قرار گرفتن، یعنی عین و سین اینها اختلاف انان و سنانه، ما به این میگیم جناس ناقص اختلاف در حرف. خب تصویر رفت بچه ها برای شما، فایل رفت. خب اجازه بدید و اپراترمون بیان ببینم که فایل چرا رفت. خب اومد. یکی دیگه از بچه ها بفرمایید. بفرمایید بچه ها، هرچی بیشتر مشارکت کنید ما بهتر یاد میگیریم. بزد بر کمربند گرد آفرید، زره بربرش یک به یک بر درید. از شاهنامه است. خب بفرمایید. هیربود بفرمایید. الو صدای من میاد؟ بله صدای شما رو داریم. سلام خوب هستی؟ ممنونم بله. سلام متشکرم. خب یه زر کمربند گرد آفرید، زر بر برش یک به یک بر. زره خب اگه اشتباه نکنم بله بعد بینید ولی من توی حالو بیت یعنی من زمان مصر اول دیدم که به نظر من چیز خاصی پیدا کنم، ولی یک به یک احساس بکنم بعد حالو جناسی بین اینا باشه. یک به یک اصلا یک به یک نیست، با یک و یک کاری نداریم. ما گفتیم دو تا لفظ با معنی متفاوت. من شما سوال میپرسم، آیا میدونید بر به معنی پهلوه؟ تا حالا میدونستید؟ بله فکر کنم بله اینو شنیده بود. میدونستید دیگه، بر به معنی پهلوه درسته؟
بله. برش یعنی چی؟ بر او، درسته؟ بله دیگه بله. پس چی میشه بر او؟ پهلوی او، درسته؟ پهلوی او پس یعنی اگه یه برم که داریم بر هر برک. اضافه است، درسته؟ بله. پس یه بر به معنی حرف اضافه است، یه بر به معنی پهلو در مصرع دوم. در این حالت چه جناسی به وجود میاد؟ تامه یعنی یکسان، یه همسانه که دوتاش یکیه ولی با معنی مطلوب. جناس همسان یا تام. خب حالا که دوتاش شبیه همه ولی خب معنیاش یه مطلوب. از نظر لفظی عین هم، از نظر شکلی عین هم، از نظر معنا کاملا متفاوت. از شما خیلی ممنونم. بله بیت بعدی. دیگه تاها رو بیارید. بچه ها مشارکت کنیم، تاها صحبت کنه با ما. تاها جان میخوای من بیتو بخونم؟ چو برزین بپیچید گرد آفرید، یکی تیغ تیز از میان برکشید. خب پارسا رو باز کن. پارسا شاکی شد، شکایت کرد از ما. سلام استاد. سلام پارسا، کاش حضوری می اومدی کلاسمون رو. من سرما خوردم استاد. انشالله خوب باشید. خب 12 رو من خوندم. اینجا ما جناس ناقص داریم. در چی؟ در چی و چی؟ تیغ و تیز. درود بر شما. درود بر شما. تیغ و تیز. ما در نامگذاری جناس ناقص چطور عمل میکنیم تاهای عزیزم؟ ما میایم اول چی مینویسیم؟ اول مینویسیم جناس ناقص، بعد اختلافی یا افزایشی؟ اختلافی. اختلاف در چیه؟ در حرف. تیز. یه اختلاف هم دارم. از شما ممنونم. 13 رو کی میاد با هم حل کنیم دوستان گلم؟ مشارکت مشارکت. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. خب بفرمایید خانم اصفهانی. خانم اصفهانی یا پارسا فرقی نداره، کامل توضیح بدید این رو، معنیش رو بعد مفهومش رو و نوع جناس رو بفرمایید. خواهش میکنم. سلام استاد. سلام جانم. استاد اینجا جناس همسان، جناس غیر همسان داریم. یکی اول همسان. گلیمه بعد غیر همسان. یکی گلیمه بعد این گلیم. که خب این که شکلش عین همه، چرا غیر همسان؟ این که شکلش عین همه، مگه گلیم و گلیم عین هم نیست از نظر شکلی؟
بله، حرفاشون هم برابره. من فکر کنم جناس تامه. خب این شد جناس همسان یا تام. خب بله، حالا معنیش چه تفاوتی با هم دارن؟ دینوی فرش گلیم هم که یعنی روی فرش یا قالیچه دومی به معنی گل هستیم. پس جناس ما جناس همسان یا تام، متاسفانه اینترنت ما رو یاری نمی کنه. پارسا بیا 14 حل کنیم. پارسا صداش بهتر بود. خب سلام استاد. سلام جانم، بفرمایید. اصلا یه بار میخونی شعر رو؟ آن که داد خرد نداند داد، آدمی صورت است و دیو نهاد. استاد حدس میدارم داد به معنی عدالته. درود بر شما. داد دوم ها منظورم. آن که داد خرد نداند داد. آره برعکس، داد اول عدالت. آن که کسی که عدالت ندونه نداد. آره درسته. کسی که یعنی منظور اینه که کسی که عدالت ندونه از دست میده. فکر کنم آن که داد خرد نداند داد یعنی آن کسی که اون عدالت رو در مورد خرد و عقل نتونه به جا بیاره، آدمی صورت است و دیوان. مفهوم کلیش اینه که آن کسی که خرد ورز نیست، عقل نداره، عاقل نیست، صورتش مثل آدم هاست و خودش دیو نهاده. یعنی سرشتش دیو نهاده، شیطانگونه است. پس جناس ما چی شد؟ لفظ این هم معنی متفاوت. پس جناس تام یا همسان. بسیار عالی. بعدی بچه هم مشارکت کنید، راحته. این سوال خیلی راحته. بهراد رو بیارید. پارسا که آماده است، میدونم پارسا آماده است. بهراد نبود. خب پارسا جام بخون. فکر کنم اختلاف در هر اول بخونید از رو. اولین قدم خوندنه و باید درست بخونید. گفت استاد مبر درس از یاد، یاد باد آنچه به من گفت استاد. گفت استاد مبر درس از یاد، یاد باد آنچه به من گفت استاد. خب استاد یاد و باد فکر کنم جناس ناقص اختلافی. بین چی؟ یاد و باد. یاد و باد. پس یاد و باد جناس ناقص. اختلاف در چیه؟ در حرف. حرف. یاد و باد اختلاف در حرفه. بعدن انشالله سالهای بعد یاد خواهید گرفت که اگر اختلاف در نقطه بود، یعنی اینها اختلاف در نقطه هم دارن، به این جناس به این جناس خطم میگیم که الان لازم نیست یاد بگیرید، مغزتون رو به هم بریزید، ولی تو ذهنتون باشه. جناس خط هم نوعی جناس اختلاف در حرف به شمار میاد. بسیار خوب. نمونه سوال. تا جان چقدر مونده از زمانمون؟ مدیریت کنیم زمان رو. چند دقیقه؟ خوبه بچه ها بیاد نمونه سوال رو حل کنیم.
بچه ها مشارکت در این کلاس خیلی خیلی پایینه و این باعث میشه که انگیزه اونطور که باید نباشه و صدای من داری؟ انتظار من این که بله صدا شما دارم بله. انتظار من این که بیشتر مشارکت کنید. خب نمونه سوال بخونید. بله الهید در عبارت زیر در عوض زی نوع جناس را در صورت وجود مشخص کنید. الهی دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم که راه و چاه با همگی جناس ناقصن در هر در اختلاف حرف جناس ناقص اختلاف در حرف. درود بر شما. سوال دوم بفرمایید. سوال دوم بفرمایید. خب سوال دوم گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزار غریب هست. خب در بیت زیر نوع جناس را در صورت وجود مشخص کنید. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست. خب جناسش کجاست اگر هست؟ سلام استاد. الو استاد. پویا. استاد قریب و قریب من نمیدونم معناشون چه فرقی داره ولی اگه معناش میتونیم تفاوتی باشه میشه جناس تام. اگر معانی اینها متفاوت باشه جناس تام داریم. خب آره فقط من معانی رو نمیدونم شما چی فکر میکنید درباره معانی این ابیات؟ استاد فکر کنم قریب اول به معنی دور از ذهنه، قریب دوم حتی بزنم ناشناسه، فردی که ناشناسه. کاملا درست. درود بر شما. قریب اول به معنی عجیبه، به معنی شگفته. غریب دوم به معنی بیگانه یا ناشناسه. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، یعنی خیلی عجیب نیست، خیلی چیز شگفتی نیست، چون من در آن دیار هزاران غریب هست، هزاران بیگانه است، هزاران ناشنا هست، هزاران ناشناس هست. واسه من اولی گفتم دور از ذهن، دور از ذهن هم بنویسیم واسه اولی درست. عجیب یا... شگفت، عجیب شگفت بهتر اینو بنویسم. بله بسیار عالی. سوال سوم. سوال سوم کی میاد؟ سوال سوم رو کی میاد؟ سلام استاد. سلام. سوال رو بخونید جانم. در بیت زیر شعرشو بخونید شما. در بیت زیر نوع جناس را در صورت وجود مشخص کنید. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اصلا فکر کنم اینجا جناس تام داریم. بین چی؟ باید لفظش عین هم باشه. خورم خورم. بین عالم و عالم، بین جهان و جهان، بین چی؟ فکر کنم بین خورم و خورم. بین چی؟ بین چی عزیزم؟ خورم و خورم. خورم و خورم. خورم و خورم به یک معناست، یعنی شاد.
نه فکر کنم همین نباشه. جهان و جهان هم به یک معنا، عالم و عالم هم به یک معنا. اینجا پس چه اتفاقی افتاده؟ میتونیم بگیم جناسی در جناس کار نداریم. نیست، جناسی نداریم. این مربوط به اون نکته ای میشه که گفتم اگر واژه ها از نظر شکلی یکسان باشن، از نظر معنایی هم یکسان باشن، دیگه اونجا جناسی در کار نخواهد. فکرم حتما باید باشه، حتما باید معنیشون متفاوت باشه. خب پارسا جان سوال چهار رو شما میتونید بخونید. میگه در بیت زیر واژه های جای خالی و جای خالی جناس به وجود آوردن. میخواید من بخونم به تو یا خودتون میتونید بخونید؟ از برش بروریخ چون رود خون از برش. خب سرش و برش میشه جناس ناقص اختلاف در حرف. خب یه نکته ای هست، سرش یعنی چی عزیزم؟ سر سرش. پس با شین کاری نداریم، میگیم سر. برش یعنی چی؟ بر اون یعنی با شین کاری نداریم، پس میگیم بر. پس اینجا سر و بر رو بررسی میکنیم. بله میان سر و بر جناس ناقص اختلاف در چی؟ حرف. در حرف. بسیار خوب. نکته این سوال این بود که ما همیشه ضمیرها رو جدا میکنیم، ما همیشه ضمیرها رو جدا میکنیم. سوال بعدی؟ باشه پارسا جان بگو. الهی ما را آن ده که آن به، و مگذار ما را به که و مه. استاد میگه در عبارت زیر واژه های جای خالی و جای خالی، جای خالی و جای خالی و جای خالی و جای خالی آرای جناس صافه. خب استاد اولی که ده و به میشه بکنم. خب اون یکی چی؟ اونم که و مه میشه. خب ما میایم میگیم ده و به. ببین عزیزم طبق صورت سوال دو تا با هم چهار تا با هم دیگه، درسته پارسا؟ پارسا صداش قطع شد. ما میگیم ده و ده و که و مه شد یک گروه چهار تایی. یه گروه دوتایی هم داریم، اون چیه؟ مورا. درست، بسیار خوب. و آخرین سوال کی میاد حل کنه؟ پارسا خودش حل میکنه؟ پارسا حل کن. پارسا جان اینم بخون. در بیت زیر واژه جای خالی و جای خالی و جای خالی و جای خالی آرای جناس صافه. پس چی داریم؟ دو به دو داریم. بله. دو تا دوتایی داریم. خب مرا جان دلیر است مرا، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. خب بله. اصلا اینجا اولینش میشه، اولین گروه میشه سیر و شیر. سیر و شیر جناس ناقص اختلاف در هم. بله. خب دیگه اون یکی زهره و زهره. اون یکی چی؟ زهره با یکی زهره. زهره و زهره اختلاف در چی؟ اختلاف در حرف. اختلاف در حرکت. این همان حرکتشون متفاوته، درسته پارسا جان؟ بله بله. بسیار عالی.
خب بالای آخرین صفحه که هست نوشتم نومیدی خصلت شیطان است. شما هیچ وقت نومید نشید. من خوشحالم که در این مدت در خدمت شما بودم. این آخرین جلسه این دوره ای هست که ما با هم بودیم. برای شما آرزوی تندرستی و شادکامی میکنم و امیدوارم همیشه موفق باشید و در امتحانات خرداد ما هم خیلی خیلی خوب بتونید به سوالات ادبیات پاسخ بدید و همیشه شاد و خرم باشید. بحث من تموم شد. تا دیدارهای بعدی و جلسات دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.